فرنوش همیشایی در گزارش خود نگاهی کرده به گریه های سیاسی و اهداف آن پس از انقلاب در ایران. اشک های آیت الله خامنه ای بر پیکر فرمانده محبوب نظام قاسم سلیمانی. اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا. خیلی عزیز هستی. تصویر عزاداری مقامات ارشد لشکری و کشوری بارها از تلویزیون و سایر رسانه‌ها نمایش داده شده، نشانی از شوکی بزرگ در از دست دادن فرماندهی کلیدی. برگزاری مراسم عزاداری حکومتی فرصتی برای نمایش یک همبستگی ملی ایجاد کرده و شاید فرصتی برای سرپوش گذاشتن بر نارضایتی ها. تاییدی که هسته مرکزی قدرت بعد از سرکوب گسترده اعتراض‌های آبان به آن احتیاج داشت. در 40 سال گذشته بارها از مجالس عزاداری و گریه‌های احساسی برای سازماندهی نیروهای نزدیک به حاکمیت و تأثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده شده. سخنرانی آیت الله خمینی سال 59. ما ملت گریه سیاسی هستیم. ما ملتی هستیم که با همین عشقها سیل جرایان میدیم و خورد میکنیم صدهایی را که در مقابل اسلام استادن. دلشگر صاحب زمان آماده باز آماده باز. همان الگویی که در زمان جنگ نیابتی ایران در سوریه برای فرستادن نیروهای معروف به مدافعان حرم استفاده شد. با نوای کاروان بار بندید همراهان این قافله از کربلا. آیت الله خامنه ای بیش از آیت الله خمینی از هیئت های مذهبی حمایت یافت. چه سر نیداد زیر بار ستم نرفت سرش تکیه بر نیزه غریبی داد. رهبر جمهوری اسلامی خود در دو بزنگاه تاریخی با عشقهایش توانست نیروهای مصوم به حزب اللهی و انقلابی را علیه منتقدانش ساماندهی کند. اولین بار بعد از حوادث کوی دانشگاه. اگر عکس من رو هم آتش زدن پاره کردن. او در اتفاقات پس از انتخابات سال 88 هم اشک ریزان سخن گفت. من جان ناقابلی دارم. جسم ناقصی دارم. اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من تحت دست گرفتم. در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. نفوذ گریه های سیاسی در دوران انتخابات هم کاربرد زیادی داشته. بعضی به دل نشسته و برای کاندیداها رأی خریده، بعضی هم به تناسب شخصیت و سابقه فردی که اشکهایش مقابل دوربین ها جاری شده تأثیر برعکس گذاشته. محمد خاتمی سال 80 با اصرار هوادارانش تصمیم به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری گرفت. با اینکه خاتمی در آن سال رأی بالایی به دست آورد، اما گریه های غلام حسین کرباسچی چهره شاخص حزب کارگزاران نتوانست ورق را به نفع مهدی کروبی برگرداند. خندیده ای نیست. شما در مقام ریاست جمهوری مصمم هستید که از هر ابزاری حتی آبروتون برای این کار استفاده میکنید. از دیگر گریه های تاریخ 40 ساله انقلاب، عشق های اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و در واکنش به نطق دختر جوانی درباره ناامیدی از رأی دادن بود. از اون ور که پدر و مادر من و خانواده من چه احساسی تو این شرایط بهشون وارد شده؟
همه با چشم بی‌اعتمادی میخوان به من نگاه کنن. حتی وقتی به خونه میرسم باید جواب همه اون بی‌اعتمادی‌ها رو بدم. همه بقیه حس دارن، گروه دارن، ثروت دارن، پشتوانه های رسانه‌ای دارن. فکر کردن ما که محمود احمدی نژاد دیگر رئیس جمهور ایران از جنس دیگری بود. او برای رفقای سیاسیش در یک سخنرانی گریه کرد. به حرمت امام زمان، به قدر و منزلت امام زمان، به قصه های امام زمان. وجه اشتراک تمام گریه ها و عزاداری های مقامات در سالهای گذشته بهره بردن از احساسات مذهبی و فرهنگی جامعه برای رسیدن به یک هدف سیاسی و ایدئولوژیک بوده. سخنرانی دیگری از آیت الله خمینی. قدرت 2500 ساله را از بین بردی. این ایدئولوژی و گریه های سیاسی معلوم نیست که بتواند شکاف عمیق حکومت و مردم را پر کند.